شخصیت اصلی فیلم این هفته ما نه آدم نیکوکاری بوده، نه اصلا قصد نیکوکاری داشته، اما حادثه‌ای براش اتفاق افتاده که ثمرش به راه افتادن جریانی بزرگ برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان بوده. آپارات این هفته رو ببینیم. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. رنج‌های بشری گاهی میتونه مقدمه‌ای باشه برای انجام کارهای بزرگ یا برای جهت دادن و معنا دادن به زندگی. خیلی از خیریه‌ها و یا سازمان‌های مردم نهادی که با هدف کمک به دردمندان راه می‌افتند، آغازشون از یه حادثه شکل گرفته. اتفاقی که باعث میشه تغییری در نگاه فرد به وجود بیاد و با توجه به امکاناتش شروع کنه به فعالیتی برای کاستن از رنج خودش و همینطور دیگران. شخصیت اصلی فیلم این هفته ما داستان مشابهی داره. بنیانگذار محک روایت تلاش یه مادر برای راه اندازی مجموعه‌ای برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هست. این فیلم از مجموعه مستندهای کارستان، مجموعه تولید فیلم‌هاش از سال 1393 آغاز شده و با نگاهی مثبت به معرفی چهره‌های اثرگذار و کارآفرین در ایران پرداخته. ایده و ساخت این مجموعه با تلاش‌های رخشانه بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب شکل گرفته، اما فیلم بنیانگذار محک ساخته محسن عبدالوهاب است. آقای عبدالوهاب از دانش‌آموخته‌های دانشکده صدا و سیما است و از با تجربه‌های فیلمسازی در ایران. از سال 59 کارش رو با تدوین فیلم شروع کرد و بیش از 30 فیلم مستند و داستانی در کارنامه‌اش داره و با این فیلم‌ها هم جوایز متعددی رو از جشنواره‌های سینمایی به دست آورده، از جمله فیلم‌هایی مثل مستند همسران حاج عباس و دو فیلم سینمایی به دنیا آمدن و لطفاً مزاحم نشوید و همینطور دو کار مشترک با رخشانه بنی اعتماد، دو فیلم گیلانه و خونبازی. برای صحبت در مورد فیلم بنیانگذار محک و همینطور درباره نهادهای خیریه در ایران از سه میهمان و صاحب نظر دعوت کردیم که در برنامه این هفته با ما همراه باشن: فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، ترنه فتلیان از فعالان پیشین نهادهای خیریه در ایران و همینطور روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی میهمان ما هستند. خوش اومد میگم به هر سه شما. خیلی ممنونم که با ما هستید در این برنامه. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم بنیانگذار محک رو ببینیم، بعد درباره اش صحبت میکنیم. ببینیم فیلم رو. چرا فرشته کوچولوی من؟ چرا من؟ من چیکار کردم که مستحق چنین چیزی باشم که دختر کوچولوی من سرطان بگیره؟ گفت اینا رو از ترکمنصحرا چیدم. خیلی دعا کردم امروز شما رو ببینم. بخواستم بهتون بگم که خدا بزرگه. چه انقدر ناراحتی زن؟ یه خورده آروم باش. میگذره، همه اینا میگذره. بنابراین من رفتم. رفتن من قدمای اول بود. بعد از اون کمکی بود که از در و دیوار میریخت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که امروز در سرزمین ما هیچ کودک مبتلا به سرطانی از فقر نخواهد مرد. فیلمی درباره رسیدن از یک رنج شخصی به یک حرکت اجتماعی. این فیلم مملو از چیزهای خیلی خیلی خوبه و متاسفانه کمتر این چیزهای خوب سینمایی هستن. ما یک عنصر خیلی کلیدی داریم در شخصیت پردازی و شخصیت سازی در سینمای داستانی که در سینمای مستند هم به کار گرفته میشه. این اسمش هست جراحت خاطره. یعنی یک شخصیتی در گذشتش از میان تمام اتفاقاتی که براش افتاده یک اتفاق دردناک هست که بر او تأثیر بسیار قوی گذاشته، نیرومندی گذاشته، چنان که شخصیتش رو تغییر داده. تلخی شیرینیه فکر میکنم. هم تلخ بود هم شیرین و محک روزهای خیلی تلخ هم داره.
به تدریج متوجه شدم که بین آشنایانم تعدادی هستن که آمادگی برای کمک دارن، علاوه بر اون پزشکای معالجه که اونا اعلام آمادگی هم کرده بودن که حتما همکاری خواهند کرد. من اون موقع فقط فکر میکردم که همین حالا باید کمک بشه به این آدم ها. تنها چیزی که پس ذهن من اصلا نقشی نداشت این که حالا ما میخوایم یک مؤسسه درست بکنیم، ابدا. برای من این بود که امروز باید به این بچه ها کمک بشه. هر پدری که الان نمیتونه بره دارو بخره یا پول رفتنش با اتوبوس به شهرش اینو نداره، ما میتونیم این پولو بدیم. ما باید این پولو میدادیم، بعد این پولو در میآوردیم، چون میدونستیم که توان فردی هر کدوم از ما اگر رو هم گذاشته بشه برای یه مدتی دوام داره. در طول نزدیکتر شدن با این خانواده ها و مسائلشون به تدریج متوجه می‌شدیم که اینها از جاهای دوردست که می‌اومدن یا حتی جای نزدیک، عمدتاً در تهران جایی رو برای اقامت نداشتن. یا توی کنار خیابونا بودن، توی پارک‌ها می‌خوابیدن. حالا بچه‌ای که شیمی درمانی شده، تمام ایمنی بدنش رو از دست داده، بغل مادری میره که مثلا این مادر توی مسافرخونه کسی شب خوابیده. خب این یه چیزی بود که اینایی که میان راهنمایی بشن به طرف یه محلی که حداقل نظافت، حداقل امنیت رو اینا اونجا حس بکنن. بیماری سرطان یا قند یا یه سری بیماریایی که واقعا صعب العلاج هستن، اینا دیگه مسئله درمان، مسئله اصلی فقط تنها مسئله نیستش. حالا بگذاریم از چیزایی که خب حالا مثل پیشگیری، نمیدونم آگاهی، همه اینا که باز اونها هم هستن، ولی اولویت ها در واقع در ارتباط با این بیماری ها مراقبت از بیمار هستش و مراقبت از اطرافیان بیمار. طبیعتا اطرافیان علاوه بر هزینه هایی که باید بکنن، حزن هم اضافه میشه بهش. اگر هر کدوم از ما یه شمع در اطرافمون روشن کنیم، عجب جهان پر نوری خواهیم داشت.
بنیانگذار محک رو دیدیم، ساخته محسن عبدالوهاب. فیلمی درباره رسیدن از یک رنج شخصی به یک حرکت اجتماعی. فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، ترانه فتریان از فعالان پیشین نهادهای خیریه در ایران و همینطور روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی، با ما هستن تا بیشتر درباره ارزش و اهمیت این فیلم و همینطور مسئله خیریه ها در ایران بدونیم. گفتگو درباره فیلم رو با شما آغاز کنیم. آقای اسماعیل پور، فیلم خاصی هست و پربحث میتونه باشه با توجه به موضوعش و مسائلی که حاشیه‌اش وجود داره. چجور فیلمیه؟ قبل از هر چیز میخوام بگم برای خود من جذابیت این فیلم داشت که نشون میداد چقدر ما خلاهای مختلف داریم درباره کودکان سرطانی و خانواده هاشون، مخصوصا وقتی که توانمندی مالی ندارن این خانواده ها، و چقدر خوب که یک سازمانی مثل محک اومده پر کرده این خلا رو. برای امروز اگر قرار بوده که یک فیلم مستندی ساخته بشه که یه آشنایی ضمنی به مخاطب داده بشه درباره محک، من فکر میکنم فیلم موثری بوده. ولی واقعیتش اگر قرار بوده فیلم درباره یک پورتری درباره بنیانگذار محک باشه، به نظر من فیلم به عنوان خودش وفادار نیست. ولی با این حال عرض کردم یک تصویر جای گزارشی از شاید وضعیت محک اونطور که قرار مخاطب عام باش مواجه بشه و یک شاید تبلیغی به معنی خوبش نه معنی بدش و تحقیرآمیز. خب چرا فکر میکنین تا یک مجموعه تصویری پریشانی هست؟ در واقع فیلم به هر حال سفارشی برای ساخته شده از مجموعه کارستان و فیلم در همون چارچوب هم قرار میگیره، یک فرد رو معرفی میکنه به اضافه یک سند یا یک عرصه کاری که اون آدم به وجود آورده. در واقع ترکیبی از این دوتا هست. اول فیلم تو تدکس کیش شروع میشه، خانم قطر روی استیج هم و دارن تعریف میکنن از گذشتهشون و میگن چرا این کار رو کردن. فرض بر اینه که قرار ما وارد زندگی ایشون بشیم بیشتر و با ایشون بیشتر آشنا بشیم. این اتفاق نمیفته. هر از گاهی از طریق دوستانشون و خوشبختانه غیر مستقیم مواجه میشیم با این مسائل زحمات ایشون و انگیزه های عموما فرامتنی که باشون نظراتی ستایشان میست. ولی واقعیتش ما خیلی دیر به خانوادهشون میرسیم، دخترشون رو خیلی دیر و کم میشناسیم. بله. و من فکر میکنم این اون تصویر کامل یا حداقل تصویری که ما توقع میکنیم از یک فیلم پورتری نیست. و به نظرم نمیاد که فیلمساز قصد داشته که درباره اون شخصیت فقط فیلم رو بسازه. آقای کمالی، شما چطور این فیلم رو دیدید؟ بیاید این فرض رو در نظر بگیریم که فیلم هم میخواسته به شخصیت، به پورتری بپردازه، هم میخواسته محک رو در نظر بگیره. خانم قدس رو به صورت یک مدیر، در قالب یک مدیر در محک میبینیم، اما عملا نمیبینیم که در مدیریت چه میکنند، چگونه دارن اونجا رو اداره میکنند، چگونه دارن. ولی با شیوه برخورداشون کاملا آشنا میشیم دیگه، یعنی کاملا یک زن مقتدر و کارآمد. کاملا رو واقعا من شک دارم، ولی ما هیچ دریچه از زندگی شخصیشون به عنوان یک پورتره به ما باز نمیشه که ما بدونیم که فقط در یک توصیف کلی ازشون میشنویم که فرد باید تعادل بین فعالیت اجتماعی و فعالیت مثلا زندگی خانوادگی رو رعایت کنه. شاید بهتر بود یکم از محک فاصله گرفته بشه تو فضای شخصی خانم قدس تا ما آشنا بشیم بیشتر با بنیانگذار محک به عنوان یه پرسه، اگر میخواستیم فرض کنیم این فیلم. در واقع کارستان هم تلاش میکنه که افرادی رو که ایده های ویژه و مؤثر و کارآمدی رو به کار گرفتن معرفی کنه. اینکه حالا البته چقدر این معرفی ها موفق بوده یا این ایده ها بحث دیگری هست، ولی به هر حال همین اندازه که ما توی این تصویر، توی این مشاهده، حالا بخشی رو اشاره کردم اینکه یک مستند گزارشی یا تصویری، ولی توی اون هم ما با یک شخصیت گزارشی تحسین‌آمیز، ما با یک شخصیت رو برستیم، با بخشی از وجوه این شخصیت آشنا بشیم، حتی چیزهایی که فرامتنی هستن، یعنی ممکنه گفته نشن، ولی شیوه برخورد این خانم با مخاطبانش، با آدمهایی که میان، به هر حال یک تصویر از مجموعه، شیوه اداره یک مجموعه داره به ما میده و در این حال یک شخصیت، یک زن مقتدر رو هم معرفی میکنه و دلایل اون زن رو هم عرضه میکنه. اینکه کنجکاوی های ما درباره وجوه دیگر خانم قدس یا شخصیت اصلی این فیلم چه هست رو صد البته میتونیم بگیم فیلم پاسخ نده. ممکن اون هم دلیلش بخشش به این باشه که واقعا به خصوص در مورد بعضی شخصیت ها نزدیک شدن به بعضی آدم ها و
از زاویه شخصی فیلم ساختن در موردشون یا اون کنجکاوی ها رو برطرف کردن به خصوص تو این موارد کار سختیه، زمینی که به نظر میاد که اصلا هدف کل این مجموعه هم نزدیک شدن به پرداختن به تمام وجوه یک شخصیت نبوده. حالا بذارید بریم سراغ شما. شما از نزدیک یه جمله کوتاه بگم. اون چیزی که شما بهش میگید کنجکاوی های ما، در واقع بیانش به نظر من اینه: انتظاراتی که متن در ما ایجاد میکند و به آنها پاسخ نمیگوید. یا انتظاراتی که ما از متن داریم. یعنی میخوام بگم متن انتظاراتی ایجاد میکنه، همونطور که میگن با از اسمی که داره، عنوانی که داره و موضوعی داره و بهش پاسخ نمیده. تو این مجموعه، در واقع کل این مجموعه، بحثی هست که یک بالانسی بین یک فرد و یک کار یا یک نهاد و یک موضوع. ما میتونیم حتی این نقدمون رو به کل مجموعه داشته باشیم، برای اینکه به هر حال تکلیف خودش رو در سرانجام باید روشن کنه. اما خانم فتحعلیان، شما به هر حال سالهای سال با این مجموعه کار کردید و فکر میکنم که با محک هم شروع کردید. از چند سالگی شروع کردید کارو؟ من فکر میکنم 17 یا 18 سالم بود، یعنی که به صورت ناپیوسته من خدمت میکردم به صورت داوطلبانه با محک. فکر میکنم اولین بار که شروع کردم 17 سالم بود، چون هنوز گواهی نامه هم نداشتم و بعد اون مسیر طولانی رو میرفتم بالا، یه حالت تپه مانندی هست، و بعد از اون که گواهی نامه گرفتم فکر کنم تازه 18 سالم شده بود و خیلی سال پیش بود. چی باعث شد به عنوان یه نوجوان فکر کنی که باید وارد کارهای خیریه بشی و کمک بکنی به دیگران؟ ببین، رنج آدم ها من خیلی آزار میده، دیدن رنج آدم ها من خیلی اذیت میکنه و حتی از بچگی هم من وقتی میدیدم یه بچه همسن من توی خیابون داره دست فروشی میکنه، زمستون، لباس گرم تنش نیست، خیلی من اذیت میکرد. وقتی که مثلا به یه سنی رسیدم که دیدم میتونم یه کاری براش انجام بدم، تصمیم گرفتم که ملحق بشم به خیریه ها. و در ابتدا خب چون من استقلال مالی نداشتم، نمیتونستم کمک مالی چشمگیری بکنم، به خاطر همین وقتم رو هزینه کردم. و حالا بعدها که تجربیاتم بیشتر شد، مهارت هام یا تجربیاتم رو هزینه کردم به صورت داوطلبانه. و اون توی تجربه که در محک داشتید و مدتی که موانه یک داوطلب در این خیریه کار میکردید، اونجا رو چجوری جای دیدید؟ چقدر این فیلم نزدیک بود به اون چیزی که شما دیدید در اونجا؟ خب برای من محک هم یه جمله خیلی قشنگی گفتن توی فیلم که یه تلخی شیرینیه، فکر میکنم هم تلخ بود هم شیرین. و محک روزهای خیلی تلخ هم داره، روزایی که به هر حال یه سری بچه ها از دست میرن، یه سری بچه ها نمیمونن متاسفانه، و اون ارتباط عاطفی که برقرار میشه با بچه های اونجا و هفته دیگه میبینی و اون بچه نیست، و این این خیلی تلخه. من این رو ندیدم توی این مستند، و حالا از نظر تکنیکی من تخصصی ندارم، ولی به نظرم خب به هر حال مستند هم تمرکزش روی بنیانگذار محک بود، نه خود محک. ولی خب به نظر من اگر که قرار بود که روی محک تمرکز بشه، باید اون روزهای تلخش یا چالش هایی که محک مثل خیلی از NGO های دیگه، مثل خیلی از سازمان های مردم نهاد دیگه ممکنه که باش هر روز روبرو بشه، اینا رو به تصویر نکشیده. این چالش ها چیه برای یک خیریه تو ایران؟ بستگی داره به طبیعت اون خیریه یا سازمان مردم نهادی که داره فعالیت میکنه. بسیاری از سازمان های مردم نهاد با مسائل امنیتی روبرو هستن که خب خوشبختانه محک این مسئله رو نداره، چون که مسئله سرطان و کودکان یه مسئله حساسی، یک موضوع طبیعیه و نمیشه به راحتی سیاسی و امنیتیش کرد. اما یه مسئله مثل اعتیاد کودکان یک فاجعه اجتماعیه و اگه بخوای سراغش بری روش کار بکنی، بعد ریشش رو پیدا بکنی و جواب این که چرا ما انقدر کودک معتاد داریم در جامعمون یا کودک کار داریم، ممکنه که تهش امنیتی بشه. یعنی تبعاتی برای یه کسانی که کارهای خیریه میکنن ممکنه به وجود بیاد و این چیزی هست که به هر حال برای محک وجود نداشته.
به این دلیل که شاید محک رقیب حکومت یا دولت نبوده. دقیقاً به خاطر اینکه مسئله که روش داره کار میکنه مسئله سیاسی نیست، مسئله نیست که راحت بشه سیاسیش کرد. و حالا خیلی هوشمندانه محک هم توی همون حوزه مونده و سوال نکرده که خب چرا دولت این چه وظیفه دولته که خدمات مجانی بده و حمایت بکنه کودکان سرطانی رو، و داره کارش رو میکنه. و فکر میکنید دلیل موفقیت و متفاوت بودن جایی مثل محک نسبت به بقیه خیریه ها به صورت نسبی چون چیزایی هست؟ به نظر من دلایل مختلف داره. یکیش این مسئله است که خیلی هم مهمه، چون که به هر حال اگه یک نهاد خیلی راحت میتونه امنیتی بشه توی ایران. یک مسئله دیگه بحث تبلیغات و مارکتینگ محکه که بسیار هوشمندانه، بسیار دقیق این بحث مارکتینگ رو پیش میبرن. مخاطبینی که یا به قول خودشون یاورانی که انتخاب میکنن طبقه متمول جامعه هستن. جایی که محک قرار داره، خود بیمارستان محک خب نزدیک اقدسی است و برای یک شخص متمول که میخواد مثلا یه مبلغی رو کمک بکنه خیلی براش راحت تره که بره توی اون جشنواره های خیریه خیلی شیک محک، چیزکیکی بخوره و یه 10 میلیون تومان هم کمک بکنه و بیا تا اینکه بره مثلا برای مثال دروازه غار. بذارید من درباره اینکه گفتین که دلایل موفقیت محک چی میتونه باشه. این فیلم مملو از چیزهای خیلی خیلی خوبه و متاسفانه کمتر این چیزهای خوب سینمایی هستن. اما اگر درباره چیزهای خوب سینمایی این فیلم صحبت کنیم، یکی اینه که اصولا سعی کرده فیلمساز که از مصاحبه محوری یا گفتگو محوری فاصله بگیره. این شناخت نسبی هم که ما از خانم قدس یا بنیانگذار محک داریم بیشتر به خاطر اون اتفاقات روزمره‌ای که فیلمساز حاضر بوده و اینا رو ثبت کرده. به نظر من این روش خوبیه، در کنار اینکه مونتاژ فیلم به نظر من خیلی کمک کرده که این فیلم به یه انسجام نسبی برسه. اما در کنارش من نمیتونم نادیده بگیرم که فیلمبرداری خیلی مناسبی نیست با توجه به نمونه‌های دیگه‌ای که دیدیم. اما به هر حال با توجه به شیوه‌ای که فیلمساز تصمیم گرفته به سوژه‌اش یا به موضوعش نزدیک بشه، به هر حال اون یک شیوه گزارشی گزارش گونه بوده، برای فیلمبرداری راه دیگه‌ای هم وجود نداره. یعنی در محل، در موقعیت، خیلی مشخصه که خیلی جاها ستاپ نشده، یعنی از قبل آماده نشده و اون آدم‌ها بودن و این گفتگوها گرفته شده. در واقع امکانی برای طراحی ها وجود نداره، ضمن اینکه به هر حال دوربین هم اونقدر خودش رو نشون نمیده توی این کار. من فکر میکنم اگر شما محسن عبدالوهاب باشید، فیلمساز درجه یک، حتما راههای جلوی پاتون هست و حتما ایشون داشته. اینکه چرا این فیلم سرنوشت اینطوری از نظر من داره، شاید نشه دربارش بیشتر بحث کرد. شاید یه تفاوت عمده این هستش که شما این فیلم رو با آثار دیگر فیلمساز مقایسه میکنید، ولی اگر خود این فیلم رو با خود فیلم، یعنی متن رو به مثابه خود متن بهش نگاه کنید و ببینید که چقدر به ما اطلاعات میده و چه چیزهایی رو به ما عرضه میکنه، آیا این برای نگاه کردن به فیلم شیوه راحتری نخواهد بود؟ تأثیر نیست، شما حق دارید. ولی ببینید ما داریم میگیم بنیانگذار محک، فرض کنید بگیم بنیانگذار انقلاب روسیه یا بنیانگذار انقلاب اسلامی. ما نمیدونیم متولد کجاست، چیکار کرده، چه درسی خونده، قبلا چه میکرده. ببینید برای این عنوانی که ما رو متوقع میکنه، در این که من فکر میکنم من فکر میکنم مثلا حضور دوربین، اینو فقط بگم، در موقعیت های ارتجالی فلبداهه و شکار اون لحظات حضور معقولیه، مخصوصا در مواجهه با نسل جوان که ما میبینیم خانم قدس رو. اما فیلم از جنبه به دست دادن روایتی منسجم که به سوالاتی که خودش ایجاد میکنه، انتظاراتی که خودش برآورده میکنه، دچار مشکل میشه. از منظر عناصر نمایشی دراماتیک چطوره؟ بحث در واقع شخصیت اصلی فیلم و مسئله شخصیت اصلی فیلم. ما یک عنصر خیلی کلیدی داریم در شخصیت پردازی و شخصیت سازی در سینمای داستانی که در سینمای مستند هم به کار گرفته میشه. این اسمش هست جراحت خاطره. یعنی یک شخصیتی در گذشتش از میان تمام اتفاقاتی که براش افتاده، یک اتفاق دردناک هست که بر او شخص تأثیر
بسیار قوی گذاشته، نیرومندی گذاشته، چنان که شخصیتش رو تغییر داده، زاویه نگاهش رو به زندگی عوض کرده. ممکنه این جراحت خاطره شخصیت رو مغلوب بکنه، ممکنه جراحت خاطره شخصیت بتونه بر جراحت خاطرش غلبه کنه، تفسیر دیگری از اون به دست بده و یک عنصر پیشبرنده درام باشه برای ما و اصلا نگاه جدیدی به دنیا پیدا بکنه. در این فیلم ما میبینیم همون اول تون سخنرانی اول جراحت خاطره افشا میشه، یعنی این که چرا این خانم دست به این کار زدن، ما یک کودکشون، فرزندشون سرطان داشته و این انگیزهشون شده که رنج فردیشون رو در آینه جمع ببینن، به رنج دیگران توجه کنن. ببینید همینجا من یه توقفی بکنم، این که این فیلم درباره فردی است که رنج فردی رو به آرمان جمعی بدل میکنه اثر ارزشمندیه. این آثار کلن ارزشمندن، گرچه آقای عبدالوهاب اون توانایی فنی و مستندسازی فیلمسازی فوق‌العاده‌ای که داره شاید این قوی ترین اثرش نباشه که نیست، اما اینکه ما به این روایت های فردی میپردازیم که گفتمان سازی میکنن در جامعه، گفتمان آرمانی ایجاد میکنن، این خود به خود ارزشمند. منتها مثلا اگر من بخوام یک پیشنهادی بدم از جنبه روایت، اون میتونه یه فیلم دیگه ای باشه. بذار تا بحث دیگه ای رو انجام بدم. فقط اینو من بگم که در فیلم ها معمولا جراحت فردی به این راحتی افشا نمیشه، چون اطلاعات روایت لو میره و بعد روایت یعنی مهندسی اطلاعات. اگر شما اطلاعات اصلیتون رو به زودی لو بدین، مخاطب چی رو دنبال بکنه؟ شاید اصلا فیلمساز مسئلهش خیلی این نیست، همون اول میخواد بگه این اتفاق افتاده، حالا ببینیم این چه جور جایی هست. به همین راحتی اشاره کردم به روایت و درام، شیوه درام. آیا رگ‌هایی از درام یا عناصر کشش و جذابیت رو این فیلم همراه خودش داره به لحاظ سینماتیک؟ حتما اینطوره. بالاخره ما نمیتونیم متن رو کلا رد کنیم، این خیلی بی‌انصافیه. من میخوام برگردم به اون مسئله که اشاره کردم در روایت و کمک گرفتن از اتفاقات معمولی روزمره در یک نهادی مثل محک برای دراماتیک کردن فضا. مثلا اونجا اتفاقا خیلی استادانه کار کرده، یعنی یک تاشای ریزی از کار عبدالوهاب اونجا هست. مثلا برخوردش با اون تیمی که اومده بودن و توقع داشتن که در ازای گرفتن ویزا یا توقع مالی داشتن که خانم قص نشون میده که خب واقعا روشش اینجوری نیست، یعنی روش خودش نشون میده و اساسات اخلاقیش که به نظر من این خیلی جالبه. یا اون لحظه که ایشون اومده اونجا از احتمالاً تلویزیون ایران کسی اومده با ایشون مصاحبه کنه، بله، بعدشون میگن روسایتو بکش جلو فلان و بعد اعتراض میکنه. این نشون میده که این مشاهده دقیق و قدرتمندیه، یعنی به دست آوردن اینها هم کار ساده ای نیست. در این شک نیست حضورش موثر بوده. آیا فیلم به درستی این اطلاعات رو در طول خودش تقسیم کرده؟ یعنی ما شاهد اطلاعات در عرض و طول فیلم هستیم؟ برای من بوده، به خاطر اینکه اگر نبود شاید این فیلم که به نظر من کمی طولانیه خیلی میتونست آزارنده باشه، ولی برای من بوده به خاطر اینکه این روش جالبی هست. برخی از فیلمسازهای ما توی سینمای مستند این کار رو میکنن، این که از طریق اکت و عمل وارد یک فضای شخصیت و زندگیش و فعالیتاش میشن به جای روش‌های کلاسیکی که معمولا خیلی هم خلاقانه نیستن و گفتگو محورن. به نظر من اینها نکات مثبت این فیلم هست. یعنی در واقع از یک قدم ساده جلوتر، این اگر که بخوام یک مصاحبه بکنیم با این خانم و بگیم بله، خب با شما بگید چی کار کردیم، ما مجموع این فعالیت ها رو اونجا داریم میبینیم و ضمناً تصویری از فضای خیریه رو در ایران میبینیم، تصویری از آدم هایی بله، که میان تو این عرصه فعالن، یا اون جوان هایی که تازه میخوان بیان و شروع بکنن، که حالا دو سه تا برخورد تو این فیلم از خانم شخصیت اصلی فیلم خانم قدس میبینیم که خیلی توی در واقع ثبت یک شخصیت تو عرصه مستند به نظر من وقتی که در عمل میری و قرار میگیری، به خصوص با شخصیت‌هایی که ممکنه اصلا ذاتاً محافظه کار باشن، اصلا ممکنه اجازه ندن دوربین از یک فاصله بیشتر بهشون نزدیک بشه، تصویرهای درخشانی هستن، ثبت درخشانی از نظر من. جایی که مثلا با اون خانم جوانی که اومده و میخواد یک NGO یک خودش راه بیاندازه چون برای برادرش اتفاقی افتاده، شیوه برخورد خانم قدس با اون خانم خیلی 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 خاص است، خیلی جالبه. اینکه رد میکنه و در واقع کمک این است چه جوره هست راه اندازی یک NGO جوان های مثلا تون سلسال میتونن راحتی همچین کاری بکنن؟
اصلا همچین شیوهی میشه باشون برخورد کرد؟ ببین من خودم فکر میکنم که اگر که کسی تخصصش رو داره و انگیزش رو داره که یک NGOی رو راه اندازی بکنه و فکر میکنه که میتونه، باید تشویقش کرد، به خاطر اینکه ماها رقیب همدیگه نیستیم. هر کس میخواد یه گوشه ای از این مسائل رو بگیره و کاری که از دستش برمیاد انجام بده. و من فکر میکنم مخصوصا نسل جوون که میخوان یه کاری انجام بدن باید واقعا بهشون بالا پر داده بشه. و درباره ثبت NGO ها من فکر میکنم که ثبت کردنشون اونقدر سخت نیست که نگه داشتنشون. البته ثبت کردن NGO سخت‌تر بوده. از زمان آقای روحانی یک دفعه تعداد ثبت NGO ها خیلی بیشتر شد. ولی مسئله اینجاست که مسئله همون دوباره امنیتی شدن NGO هاست. ما دیدیم که چه بر سر فعالین محیط زیست ما اومد توی همین دوران آقای روحانی، چه بر سر آقای کاووس سید امامی و سایرینشون اومد. و این نشون میده که مسئله به سادگی محیط زیست هم میتونه که امنیتی بشه. یه جایی توی این فیلم هست یکی از شخصیت ها، یکی از آدم هایی که توی فیلم هست کمک کننده ها و آدم هایی که دستن در کارم، میاد میگه که دیده که دادن 2 کیلو برنج به این و اون فایده نداره و کمکی نمی کنه به محرومان، بنابراین باید کار بزرگتری انجام داد برای کمک. آیا واقعا اینجوریه یا اینکه نه اون 2 کیلو برنج هم که خیلی ها اونو انجام میدن میتونه کمک باشه؟ به عقیده شخصی من خیلی بستگی داره. یعنی برای یه کسی که خب همونطور که صحبت کردیم راجبش، مخاطبین محک مخاطبین خاصی هستن. برای کسی که توانایی رو داره که بره کارت بکشه مثلا 10 میلیون تومان یکویی کمک بکنه، شاید به نظرش 2 کیلو برنج واقعا فایده ای نداشته باشه. اما ما اگر که از شمال تهران بیایم بیرون و وارد مناطق حاشیه بشیم، وارد مناطق جنوبی تهران یا حتی جاهای عین شهریار بومهن بشیم، میبینیم خانواده هایی که ماهاست یه بشقاب برنج نخوردن. برای اون خانواده ها، برای خانواده هایی که بچه هاشون واقعا توی مرز سوء تغذیه هستن، اون 2 کیلو برنج واقعا فایده داره و واقعا کمک میکنه. و همینطور این که خیلی ها ممکنه نتونن برن اون 10 میلیون بکشن، یا اینکه مثلا کار بزرگتری بکنن، شاید توانشون در حد همون 2 کیلو برنج باشه. و به نظر من اون 2 کیلو برنج برای حتی اگه برای یک نفر باشه کمک کننده است، یک حرکته. بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما در این برنامه. فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نیست. شما از طریق راهایی که همینجا داره زیرنویس میشه برامون بنویسید که چقدر با خیریه هایی که مربوط به کودکان و اصولا کمک به کودکان و نوجوانان نیازمند هست آشنایی دارید. فیلم چه چیز تازه‌ای براتون داشت؟ تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، به اتفاق میهمانان برنامه بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنون.